درود، شما را به سلسله گفتمان کاخ بلند خوش آمدید میگم. در این برنامه متمرکز میشیم روی نقش دولت تاجیکستان در جهت میراثداری از ارزش‌های آریایی و تاریخ حوزه زبان فارسی. امان کنه که شما در سالهای اخیر پیوسته شاهد هستیم دولت تاجیکستان تنها دولتی است که به صورت بسیار شجاعانه از ارزش‌های تاریخ ایران شهری بر علاوه که پاسداری میکنه، در جهت گسترش این ارزش ها نیز قدم های استوار برمیدارد. از این منظر است که در میان فارسی زبانان منطقه نسبت به دولت تاجیکستان خوشبینی ایجاد میشه. تلاش میکنیم که در این برنامه در مورد تاریخچه تاجیکستان به عنوان یک کشور یا دولت ملت به صورت مختصر بپردازیم، از طرف دیگه به جایگاه امروز دولت تاجیکستان که یک جایگاه شایسته و فریختر در میان حوزه تمدن فارسی ایفا کردن نیز چند لحظه صحبت داشته باشه. در گام نخست مهم است که به تاریخچه مردمان تاجیک اشاره کوتاه داشته باشیم. همان گونه که در برنامه قبلی نیز در مورد جایگاه تاریخی تاجیک ها اشاره داشتیم و تاجیک ها و فارس ها را از نتیجه پژوهش های علمی و تاریخی یک مردم میپنداشتیم، در این برنامه به صورت بسیار مختصر اشاره میکنیم که مورخان ایرانی، افغانستانی و تاجیکستانی باورشان این است که تاجیکان در آسیای مرکزی مردمان بومی و از اقوام ایرانی پنداشته میشه. اینا از بقایای حکومت ها و سلسله های حکومت های مهم ایرانی بودند و پیوند تاریخی با اخامنشین ها، با پارت ها یا اشکانی ها، با ساسانی ها و در ایران یا در فلات ایران شرقی با کوشانی ها و یفتلی ها داشتند که این اقوام به نوعی از آنها اقوام ایرانی گفته میشن. و از طرف دیگه وقتی به تاریخ تاجیک ها مراجعه میکنیم، مورخان بیرونی مثل ریچارد فولز نیز باورش این است که تاجیک ها از مردمان آریایی و از یا از اقوام ایران شرقی بودند که اینا در شکل دادن امپراتوری های بزرگ نقش داشتند. افزون بر این، تاجیکان مردمی است که از تاجیکستان امروز از پامیر تا جغرافیای عراق زندگی میکردند. پس در این نگاه باور ما در واقع نزدیک میشه با اون دیدگاهی که در برنامه قبلی هم گفته بودیم که تاجیکان یا فارس ها یک مردم هستند. اینا نمیتونه دو قوم باشه، میتونه شامل یک گروه قومی قرار بگیره و از اقوام مهم آریایی یا ایرانی هستند. از طرف دیگه وقتی ما به تاریخ تاجیکان مراجعه میکنیم، مهمترین دوره تاریخ تاجیکان پس از اسلام رابطه میگیره با شکل دادن دولت سامانیا که شما را دعوت میکنم به جزئیات بررسی دولت سامانیا که چه نقشی در حوزه تمدن فارسی و ایرانی داشتند. اهمیت دولت سامانیا در تاریخ تاجیکان و یا حوزه جغرافیای ایران شهر. وقتی ما به دولت سامانیا میپردازیم، شاه اسماعیل سامانی شخصی بنیانگذار دولت سامانی در جغرافیای به نام بخارا و سمرقند امروز در واقع نقش مهمی در حوزه تمدن فارسی ایفا کرده. شما وقتی به اثر دکتر جواد ایروی مراجعه میکنین و این گونه به تاریخ ایرانیان شرقی اثر ریچارد فولز مراجعه میکنین، میدونیم که پویایی زبان فارسی و احیای مجدد زبان فارسی از این زمان آغاز شد. هرچندی که ما قبل از دوره سامانی هم جنبش های آزادی بخش در حوزه جغرافیای ایران و خراسان بزرگ داشتیم، مثل ابو مسلم خراسانی که در برابر اموی ها قد علم کرد و بعدا در دوره بعدها ما شاهد قد علم کردن یعقوب لیث صفار در برابر خلیفه بغداد هستیم. و اما وقتی ما با یک دوره طلایی و یک دوره که در واقع باعث روشنگری و آگاهی از ارزش های ایرانی و نیاکانی در منطقه شد مراجعه میکنیم، با خوبی میفهمیم که دولت سامانیا در پویایی تمدن ایرانی در دوره پسا اسلامی و زمانی که عرب ها در این منطقه مسلط شده بود و به شکلی از اشکال خودفراموشی تاریخی در این منطقه مسلط بود، نقش مهمی ایفا کردن در بیداری مردم. از این جهت است که وقتی ما به شخصیت های بزرگ تاریخی خود ما
که با آن شخصیت ها پیوسته در اوزه تمدن ایرانی افتخار شده و تاجیک های افغانستان، فارسی زبان های افغانستان و فارسی زبان های منطقه و از جمله ایران و تاجکستان و آسیای مرکزی بدان افتخار کرده، می پردازه مثل شخص ابو علی سینای بلخی یا همین گونه رودکی دقیقی بلخی و شخصیت های بزرگی که در این دوره در زبان فارسی نقش ایفا کردند، هر کدامشان به شکلی از اشکال در دامن دولت سامانیان پرورش یافته بود. از طرف دیگه وقتی به مهمترین میراث تمدنی خود ما که شاهنامه فردوسی است مراجعه میکنیم، به خوبی میفهمیم که حکیم طوس ادامه کار دقیقی بلخی را روی دست گرفت و در واقع شاهنامه فردوسی همون میراثی است که از نتیجه تلاش های آگاهی بخشی تمدنی دولت سامانیا پدید آمده بود. حتی یک باور این است که زمانی که فردوسی این کار را آغاز کرد، هنوز دولت سامانیا به پایان نرسیده بود و کار فردوسی در پایان دولت سامانیا تقریبا امراه میشه که حکیم طوس کوشش میکنه در واقع یک منظومه از آگاهی تاریخی را دوباره برای ایرانی ها ایجاد بکنند و بعدها حکومت سامانیا سقوط میکنه و این میراث به دست غزنویا میرسه. وقتی شما در دوره غزنویا میپردازید که شخصیت های بزرگی در این دوره وجود داشت مثل البیرونی و شخصیت های دیگی، به شکلی از اشکال تربیت این نسل آگاه در حوزه جغرافیای ایران و فلات ایران شرقی نتیجه زحمت دولت سامانیا پنداشته میشه. از سوی دیگه وقتی به شاه اسماعیل سامانی نظر می افکنیم، جدا از نگاه های افسانه‌ای که به شاه اسماعیل سامانی وجود داره، شاه اسماعیل سامانی یک شخص فرهنگ دوست، یک شاه عادل در تاریخ منطقه پنداشته شده. خب ضرورت است که در یک برنامه جداگانه در مورد شاه اسماعیل سامانی بپردازیم. خب میایم در مورد تاجیکستان امروز. وقتی ما به جغرافیای تاجیکستان مراجعه میکنیم، تاجیکستان در سال 1929 به عنوان جمهوریت سوسیالیستی در قالب اتحاد شوروی شکل گرفت. در سال 1924 به عنوان جمهوریت خودمختار در قالب ازبکستان پدید آمده بود. اما وقتی ما به تاریخچه تاجیکستان امروز میپردازیم، میبینیم که تاجیکا در سال 1860 زیر تسلط روسا قرار گرفتند و در سال 1920 و در این دهه تاجیکا به شدت سرکوب شدند، چون بیشترین جنبش های آزادی بخش در برابر روسا از میان مردمان تاجیک بود. به این خاطر یک دیدگاه منفی نسبت به تاجیکا ایجاد شده بود و تاجیکا به عنوان مردمان اسلامگرا و آزادی بخش در برابر ایدئولوژی های کمونیستی و سوسیالیستی و زمانی که از خود مقاومت و پایداری نشان می‌دادند، عذاب کمونیستی اتحاد شوروی نسبت به اینها تنفر داشت. به این خاطر حاضر نشدند که جغرافیای وسیع را در اختیار تاجیکا قرار بده. ریچارد فولس ادعا میکنه که وقتی ما به نفوذ و جمعیت تاجیکای تاجیکستان می‌پردازیم، به خوبی در می‌یابیم که تاجیکا در آسیای میانه به ویژه در سمرقند و بخارا و شهرهای ازبکستان جمعیتشان به مراتب بیشتر از تاجیکای تاجیکستان است. او در کتابش، در کتاب تاجیکان ایران شرقی یا ایران شرق، نوشته میکنه که تاجیکای ازبکستان بین 8 تا 12 میلیون است، در حالی که تاجیکستان جمعیتش به اساس منابع علمی بر ما نشان میده که نزدیک به 10 میلیون است. البته با ترکیب از اقوام مختلف که تاجیکای تاجیکستان را بین 85 تا 90 فیصد گفتند و برخ منابع هم تاجیکای تاجیکستان را 84 فیصد گفته و متباقیش از اقلیت های اقوام گوناگون از جمله ازبک و قرغیز و قزاق و روس ها عنوان کرده. اگر از این دید ببینیم، به خوبی میفهمیم که نگاه بدبینانه روسا به دلیل ایدولوژی متفاوتی که در برابر منطقه و حوزه تمدن منطقه داشت، کوشش کردند که به شکلی از اشکال از جغرافیای آسیای میانه تاجیک زدایی بکنند، چون تاجیک گرایی یا تاجیک بودن و هویت تاجیکی امسو بود با هویت اسلامی و حکومت های اسلامی که در این منطقه وجود داشت. از نظر فرهنگی بیشتر میراثدار ارزش های هویتی تاجیکا بود و تاجیکا و زبان فارسی زبان دوم جهان اسلام پنداشته می شد. پس به این خاطر
فارسی زدایی یا تاجیک زدایی امسو با اسلام زدایی که توسط روسیه تزار و بعدا روسیه کمونیستی صورت گرفت باعث شد که تاجیک‌ها به انزوا بره. روی هم رفته این جغرافیای کوچک تاجیکستان امروز یکی از جغرافیاها یا سرزمین‌های بسیار با کیفیت منطقه ماست که در حوزه تمدن ایرانی یا زبان فارسی و آریایی نقش ویژه ایفا کرده. خب اگر ما بیایم در تاجیکستان جدید، تاجیکستان جدید در سال 1991 پیش از فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان یک دولت مستقل مطرح شد. تاجیک‌ها پیش از اینکه اتحاد جماهیر شوروی تجزیه بشه اعلام استقلال کردند، اما یک سال بعد در سال 1992 تا سال 1997 درگیر جنگ‌های داخلی شد. در این جنگ‌ها آسیب‌های فراوان دید. تنها کشور آسیای میانه بود که گرفتار جنگ‌های داخلی میشه و یک طرف جریان جهادگرا یا اسلامگرا و سمت دیگه جریان حکومت سالها درگیر جنگ بودند. سرانجام کشورهای منطقه از جمله ایران و اون دوره افغانستان که رهبری حکومت افغانستان در دست استاد ربانی و فرمانده مسعود بود و این دو فردم از نظر هویتی در افغانستان تعلق به هویت تاجیک‌ها داره، کوشش فراوان به خرج داد تا تاجیک‌های تاجیکستان به مصالحه برسه. به این خاطر شما تصاویر را از مخالفان حکومت تاجیکستان اون زمان عبدالله نوری و امام علی رحمان میبینن که با میزبانی فرمانده مسعود و استاد ربانی در تالقان افغانستان یا در تخار افغانستان صورت گرفته و کوشش میکنه که بین اینها مصالحه به وجود بیاید. فرمانده مسعود در واقع بالای سید عبدالله نوری و سایر جهادگرای تاجیکستان فشار ویژه وارد میکرد، میگفت که نتیجه جنگ شما اگر ویرانی کل تاجیکستان باشه در واقع این به هیچ صورت برای ما که در افغانستان حکومت میکنیم قابل قبول نیست. روی هم رفته امروز تاجیکستان از جنگ داخلی عبور کرد و به یک دولت رسید و دولتی که امروز ثبات و پایداری داره. با آن که جغرافیای تاجیکستان کوچک است و در میان کشورهای آسیای میانه فقیر پنداشته میشه، و اما از طرف دیگه ثروت فراوان تاریخی و معنوی با این مردم در این منطقه وجود داره و از سوی دیگه جغرافیای طبیعی کوهستانی تاجیکستان باعث شده که تاجیکستان در زمان ما و در قرن حاضر به خاطر مدیریت آب نقش بسیار مهم در روابط بین المللی منطقه ایفا بکنه و فکر میشه که تاجیکستان میتونه در آینده های نزدیک به خاطر کنترل آب و در واقع تسلط به منابع آبی به یک دولت ثروتمند منطقه مبدل شود. چون یک نظر در روابط بین الملل وجود داره که قرن حاضر بیشتر قرن آب است، به جای نفت آب بسیار موضوع مهم و حیاتی است. از این منظر این شانس در اختیار دولت تاجیکستان است که خود را بتانه بیشتر احیا بکنه و جایگاه ویژه در ارزش های تمدنی منطقه به دست بیاره و نقش تاجیک ها در آسیای میانه از تاجیکستان امروز تا ازبکستان برجسته تر بشه. چون تاجیکستان وقتی ما به تاریخش میپردازیم تاریخ پر از درد و رنج داره، نه تنها تاجیکستان بلکه تاجیکان آسیای میانه در مجموع، به ویژه تاجیکانی که در سمرقند و بخارا است که باز در مورد اونها در برنامه های آینده متمرکز میشیم. خب حالا میایم روی چند کار ویژه دولت تاجیکستان که برای ما بسیار مهم است. وقتی ما از تاجیکستان امروز صحبت میکنیم، تاجیکستان در ذهن و در تصور مخاطبان خطور میکنه که چند پیش فرمان از طرف رئیس جمهوری صادر شد که باید تمام تاجیکان تاجیکستان در خانه هایشان یک جلد از شاهنامه داشته باشه و دولت تاجیکستان مصمم است که شاهنامه فردوسی را تکثیر بکنه در جغرافیای تاجیکستان. میفهمیم که شاهنامه فردوسی مجموعی از خود آگاهی تاریخی آریایی ها و مردمان فارس زبان است. و از طرف دیگه وقتی ما از تاجیکستان صحبت میکنیم به تصویر روبرو میشیم که چند روز پیش دیدیم در تاجیکستان جشن صدا برگزار شده بود و با جشن های نوروز بیشتر چهره ما مقابل میشه. جشن های نوروز و جشن های نیاکانی و آریایی که امروز در جغرافیای تاجیکستان به صورت ویژه با حمایت دولتی برگزار میشه. و از طرف دیگه وقتی از تاجیکستان صحبت میکنیم، نگاه ما به مجسمه شاه اسماعیل سامانی مقابل میشه که در سال 1999 در دوشنبه در واقع ایجاد شد
و اقتدار تاجیکا با اون پیوند داره، شاه اسماعیل سامانی، اون شاه عادل. وقتی ما از تاجیکا صحبت میکنیم و از تاجیکای تاجیکستان، نگاه ما به میراثداری از داریوش بزرگ و کوروش بزرگ پیوند میخوره که تاجیکستان امروز خود را ادامه از اون گوشه امپراتوری اخامنشین‌ها میپنداره، چون با داریوش بزرگ مردمانش احساس خشاوندی دارد. فکر میکنن که داریوش بزرگ زمانی که شاه ساتراپی بلخ یا باختر تا سخت بود، این منطقه در تسلط اون بود و از اینجا به شاه شاهان رسید. از این نگاه هست وقتی ما از تاجیکستان صحبت میکنیم، میبینیم که تاجیکستان کشوری است که در حقیقت برای زبان فارسی و برای ارزش‌های زبان فارسی ترانه‌ها و سروده‌های بسیار عالی می‌آفرینند و مردمانی است که غرور تاریخی مردم را و مردم فارس زبان و حوزه تمدن ایران شرقی را در واقع نمایندگی می‌کنند. در سروده‌هایشان ما در واقع این پیام را همیشه متوجه بودیم. وقتی ما از تاجیکستان صحبت میکنیم و از تاجیکستان امروز، از آبرو و عزت و تمدن نیاکانی ما نمایندگیش را در ذهن خود خطور میتیم که بیشتر در دنیا میگیم که در حقیقت تاجیکستان با این میراث میتونه نمایندگی از تمدن ایران شهری کنه، نه حکومت آخوندی و ظالمی که امروز در ایران حاکم است و نه اون جریان بنیادگرا و ضد تمدنی که در افغانستان به نام طالب حکومت میکنه. پس از این دید تاجیکستان و دولت تاجیکستان به شکلی از اشکال با احساسات و عواطف مردمان آریایی و ایران زمین پیوند نزدیک و عمیق داره. به این لحاظ است که ما روزهای گذشته وقتی دیدیم که تیم فوتبال تاجیکستان میدان مسابقه را از امارات به دست گرفت و میدان را برد و از آن خود کرد، برای تمام مردمان فارسی زبان خوشی و در واقع خوشحالی ایجاد شد. اینا از نمونه هایی است که نگاه همدلانه و نگاه همسویی و در واقع همگرایی را نسبت به تاجیکستان شکل میده. پس مردمان خوب تاجیکستان و مردمان با فرهنگ تاجیک آسیای میانه همیشه در راستای ارزش‌های آریایی و ارزش‌های مشترک تمدنی ما نقش مهم داشته و این نگاه ما در مورد تاجیک‌های آسیای میانه به معنای نگاه کم و زیاد نسبت به اقوام دیگر نیست. ما به همه اقوام و گروه‌های قومی در آسیای میانه که مردمان خوبی آسیای میانه هستند و همیشه زیست صلح‌آمیز داشتند و مردمان با فرهنگ است احترام داریم. وقتتان خوش، تا برنامه دیگر. بدرود.